خب حاضرین؟ خب سلام عرض میکنم به همه دوستان عزیزی که دوباره در خدمتشون هستیم از هر نقطه دنیا. صبحتون بخیر، شبتون بخیر، عصرتون بخیر. چنان که قبلا اعلام کرده بودیم، امشب دوباره در خدمت آقای مهندس فرخ درخشانی، مدیر جایزه معماری آخان از ژنو، بنده هم از لندن در خدمت شما هستم با این برنامه لایوی که امشب درباره پروژه پارک الازهر داریم. دوستانی که جلسه پیشین ما رو به خاطر دارند میدونن که در اواخر جلسه در ضمن پرسش و پاسخ صحبت کردیم درباره پارک الازهر، به طور خاص که یکی از بزرگترین پروژه‌های سالهای گذشته مؤسسه فرهنگی آخان ترانسفر کالچر بوده، و از آقای درخشانی خواستیم توضیحات بیشتری درباره زمینه به وجود آمدن پارک و اینکه این پارک ها چه اهمیتی در این فعالیت های فرهنگی و محیط زیستی شبکه توسعه آخان دارد. من رشته سخن را میسپارم به دست آقای مهندس درخشانی. چنان که میبینید امروز ما به شکل وبینار برنامه را اجرا میکنیم. دوستانی که در فیسبوک برنامه را میبینند یا دوستانی که از زوم مستقیما تماشا میکنند میتونن در قسمت چت سوالاتشون رو مطرح کنن یا دستشون رو بلند کنن در قسمت پرسش و پاسخ در انتهای برنامه، و بعد در خدمت آقای درخشانی هستیم برای ادامه ماجرا. آقای درخشانی، the floor is yours. سلام داریوش، سلام به همگی. امروز من دارم درباره داستان پارک الازهر صحبت میکنم، و این البته این یه پروژه‌ای که من از دورا دور نگاش میکردم، توجه بهش میکردم. حالا سعی میکنم با یه پرزنتیشنی به شما یه مقداری اینو باهاتون در میون بذارم که چجوری اصلا شروع شد و چجوری این مسئله شدش. این فول سکرین هستش یا نه داریوش؟ آیا شما فول سکرین میبینین؟ نه هنوز، باید سلایت شو رو بزنید و فای پرو میزنم. این همیشه این حالا یه چند لحظه طول میگیشه فکر کنم بخاطر اینکه فایل سنگینه گرافیک این شاید منو خیلی دوست نداره. این پرزنتیشن منو خیلی دوست نداره. به حال پارک الازهر قاهره یک 15 سالی ساختنش طول کشید، ولی داستان از کجا شروع شد؟ داستان از اینجا شروع شد که سال 1984 جایزه معماری آخان هر سالی سمینارهایی میذاشتش که اون سال یک سمینار بسیار بزرگی در شهر قاهره گذاشت، و در این سمینار درباره مسئله شهر بود، چون قاهره میدونین که یکی از بزرگترین شهرهای هم از قدیم بزرگترین شهرهای جهان بوده، هم الان و همینطور همیت مصر در قاهره هستن، و این یک معضلاتی داره این شهر و هیچ جایی رو نداره. در این سمینار که اجرا می شدش که همه از همه جای دنیا آمده بودن، معمولا بعد از سمینارها آقاخان سعی می کنن که یک یادگاری به جا بذارن. این رسمی بودش که در سالها مختلف سمینارهای جایزه معماری آقاخان که در کشورهای مختلف اجرا می شد این مثلا انجام شد. داستان اومد که ایشون گفتن به اون موقع به دبیرکل جایزه معماری آخان آقای سعید ذوالفقار گفتن شما برید و صحبت کنید ببینید که فرماندار قاهره اینها چه یادگاری برای شهر بذاریم. و یه مدتی بعد فرماندار به سعید ذوالفقار میگه که میتونین شما، ما پارک کم داریم، شما میتونین یه پارکی، یه جایی رو درست کنین. و آخان از این خیلی خوشحال میشن از این. اونها میگن که خب میدون هست، شما میتونین دور این میدون درست کنین. یه پارک بچه ها هستش که حدود 2000-3000 متره، اونو میتونین درست کنین. یه زمینی هم هست یک بیابان نیست، یک مخروبه است، ولی اونم هست،
اون چقدر؟ اون 11 هکتاره. سعید ذوالفقار فکر نمیکرد، گفت خب من میرم میگم ببینم چی میشه. رفت و وقتی رفت پیش آخان، آخان گفتن که نخیر، همون زمین بزرگ خیلی خوبه، اون زمین میگیره. و من این عکس هوایی که همه شما میتونید برید در گوگل مپ ببینید، اینجا دارم بهتون نشون میدم. شهر قاهره با بیشتر از 20 میلیون جمعیت، همونطور که میبینین خشک و برهوته. خشک و برهوت قاهره تشکیل شده از یک به اصطلاح جزیره که رود نیل هستش، این قسمت قدیمی هستش و شهر قدیمی همونطور که میبینین. و همینطور که ملاحظه میکنی یک نقطه سبز توش وجود داره و اون نقطه سبز پارک الازهر است. فیلم دیده نمیشه؟ پارک الازهر دیده نمیشه؟ بله؟ نه دیده نمیشه. ویدیو رو شما دارید نشون میدید، میخواید من نشون بدم ویدیو رو؟ نه ویدیو نیستش، این یه دونه سلاید، شما نقشه نمیبینین؟ نه ما تو صفحه اول چیزی به سکرینیم الان، یعنی همون حالت چیز، یعنی نرفته روی پریزنتر شو. شما هیچ شما از این عکس که من عکس کتاب ندیدید؟ سلایت ها عوض نمیشن؟ نه خب یه بار دیگه خیلی یه بار دیگه اینو من بزن. دوباره با شما استاپ میکنم، دوباره شیر میکنم، ببخشین این آره من فکر کردم شما هنوز شروع نکردین اونو. حالا چی؟ حالا هنوز آره نیومده، ولی هر هست اجازه بدین بیاد. من الان 5 تا سلاید رفتم جلو، هیچ شما نیدین؟ نه هنوز هم چیزی دیده نمیشه؟ هنوز چیزی دیده نمیشه. تکنیکتون خود درست نیست. آره الان من خودم دارم میبینم این. نه خود سلاید. آره رون اسکرین اونوریتون احتمالاً می‌بینید. تو این اسکرین اینوری نیست. اون اسکرین شیر کردید، اسکرین این طرفه. چرا دارم می‌بینم؟ بچه رو باید شیر کنید. برای اینکه احتمالاً ظاهرا میگن الان دیده میشه، ولی خب جلو نمیره سلایت ها همچنان. شما دارو شما من رو شما متوجه هستی چیزی دیده میشه؟ من شما رو میبینم ولی اسکرینی که شما شیر کنید رو نمیبینم. اگه میخواید این فایل پاورپوینت رو برای من الان بفرستید که من از این ور زمینی که شما میرید جلو، من اسلایدار رو عوض کنم برم جلو. خب من سعی میکنم این کار رو بکنم، ولی شما از من کارهای خیلی سختی در این حال میخواین، ولی الان خدمت الان من اینو با ویت ترانسفر برای شما میفرستم. الان من بازش میکنم میذارمش. فقط میترسم فیلم ها رو نشی ببینیم. بله خب من به شما میفرستم، شما امتحان کنید ببینید که چه میشه. بعد فیلمی که شما فرستادین از فیلم هوایی رو من دارم، این اسلایده آپ تو دیت رو من ندارم. اون اگر اسلاید خب شما چرا اول یکی از این فیلم ها رو نشون نمیدین تا دوستان؟ الان این فیلم رو نشون میدم پس که بله. این تصویر هوایی قاهره است بعد از ساخته شدن پارک الازهر.
درستین دارش ایمیل تو میشه خواهش کنم بگین که من بنویسم. آره می نویسم توی d4@iasac.uk. بله d4 اجازه بده من یک ببخشید من این خیلی متاسفم از این داستان. خب در عوضش ما توفیق پیدا میکنیم یه 10 دقیقه رو دیگه بیشتر در خدمت شما باشیم. ببخشید من از این خیلی معذرت میخوام از این اشکال که هستش. گمانم شما اون اسکرینی که داشتید شیر میکردید چون دو تا اسکرین دارید اون اسکرین سمت چپیتونه یا اون که دیگه ای که توش سلاید داره میاد شیر داشتید میکردید به این علت بود دیده نمیشد. آها شاید این بخواید من یه کار میکنم من اصلا سکرین رو در میارم که این اتفاق نیفته. بفرمایید. حالا دوباره میرم توی خب اتفاقات مثل که داره میفته بذاریم ببینم یه دفعه امتحان میکنیم من چون خب حالا چه ها من دارم فیلم رو میبینم شد. آره اون فیلم من داشتم شیر میکردم. آره آها خیلی خب پس میخوان امتحان کنم دوباره فیلم تموم شد. آره الان اسکرینتون رو شیر کنید. اجازه بدین من اینو باز کنم. من همه رو دوباره بستم و باز کردم که این اتفاق بسره. از اینکه تحمل میکنین خیلی متشکرم. ما چهره نورانی شما رو میبینیم بیشتر لذت میبریم. بله همطور که مشغول اینه که چجوری این شیر سکرین خب حالا چی؟ حالا داره میاد. حالا سلاید شو رو بزنید. F5 رو بزنید. بله. این اشکال زوم اینه که برای فیلم و برای سلاید شو یکم گاهی وقتا اشکال پیدا میکنه. الان دیده نمیشن. هر جلو نمیره. الان تو سلاید شو نیستا. نیستش هنوز؟ نه. عجیبه. در صورتی که من دارم سلاید شو رو میبینم. آره چون اونی که با دست میره جلو ولی سلاید شو رو نشون نمیده. به هیچ وجه نمیبینین شما؟ نه ببین شما دو تا مانیتور دارین شیر اسکرین رو بنداز. من مانیتور یه دونه بیشتر ندارم. الان یه دونه دارید؟ خواهر سیمشو قطع کردید داری خود مانیتور داره کار میکنه همچنان اون وقت موقعی که باز دارید میکنید؟ نه اصلا از چیز در آوردمش اصلا سیمی نداره.
شما اپ رو دارید شیر میکنید، اسکرین رو شیر کنید. من سکرین رو با شما شیر کردم. Stop share. آره حالا دوباره شیر کنید. وای که میزنه. Share screen. آره بعد اونجا یه چند تا صفحه باز میشه. دسکتاپ میاد، وایت بورد میاد، بعد اون صفحه‌ای که بازه میاد. بله این صفحه که بازه الان جلو منه. آره آره همین. الان F5 رو بزنید. حالا میبینید چیزی؟ الان شد. خب الحمدلله. خب. حالا میبینید یک دو کتاب؟ الان درست شد داره. خب پس من شروع میکنم که در سال 1984 همینطور که بهتون خدمتون عرض کردم در سال 84 این به اصطلاح جایزه معماری آقاخان یک سمیناری در قاهره تشکیل داد که در این بعد از این آقاخان میخواستن یک هدیه‌ای به شهر قاهره بدن، که البته من دیگه میذارم که داریوش درباره ارتباط اسماعیلیه فاطمیون و قاهره یک بحث دیگری است که تاریخی است که من در اون دخالت نمی کنم، ولی آنچه مهم بودش چگونه ما میتونیم یک تأثیری بذاریم روی شهر قاهره. یک سمیناری بود اینجا، شما محمد آرکون و کجوز استیرین کمیتی ما بود و غیره رو میبینین، و این به اصطلاح با فرماندار اونجا صحبت شد که یک دونه زمین رو بدن. حالا شما این میبینین که چجوره، عکس هوایی قاهره رو میبینین الان؟ اسلاید بعدی رو بزنید، ما هنوز اسلاید قبلی رو میبینیم، کتاب ها رو میبینیم. حالا چی؟ نه اسلاید دیگه نمیبینیم. نه هنوز رو همون کتاب هست، فریز شده. خب پس من شاید باید یه دونه سلاید شوی بذارم که به شما که این عکس های چیز نباشه. آره همون، اگه برای من فایل برای من بفرستید من از اونجا میذارم میرم جلو، اگه بتونید برای من شیرش کنید و تو این فاصله شما ادامه بدید اگر تونستید، یا من از چه سلایدر قبلی استفاده کنم. من نمیدونم الان این که قبلی که داریم اینا نیست. بله بذارید اجازه بدید. شما هر سلایدر شدید دارید همون رو به نشون بدید، من این حالا عکس های قدیمی رو نشون نمیدم، حالا اشکال نداره. باش اونی که ما داریم اینه. خب اینجا اون چیزی که من میخواستم نشون بدم متاسفانه نتونستم بهتون نشون بدم اینه که اگر شما برین خودتون گوگل مپ بزنین شهر قاهره رو نگاه کنین، در روی مخصوصا اگه اون دید ساتلایت رو ببینین، ببینین فقط یک نقطه سبز کوچیک تو تمام این شهر هست، همش خاکستریه، قهوه‌ای، کمرنگ، بشه همش خاکه و فقط یک نقطه سبز است. بلکه قاهره یک شهر بزرگی است که هیچ پارکی نداره. اصلا یکی از مسائل مهمش شهر، مثلا شما وقتی با تهران یا شهرهای دیگه مقایسه میکنید همه جا پارک است. قاهره با این چندین میلیون نفرش پارک نداره. و این رو یکی از مهمترین مسائلی بودش که چجوری ما چه هدیه به شهر بدیم که همه شهروندا بتونن از اون استفاده کنن. این زمین که ملاحظه میکنین، عکس دوم، این زمین برای چندین قرن همه زباله های شهر قاهره اینجا می ریختن رو این تو این منطقه، رو زمین زباله روی زباله روی زباله و شده به یه تپه. وقتی که بادهای اون گرمی آمد تمام این خاک ها می آمد، تمام منطقه الازهر و بقیه اون منطقه فقیر نشین رو از خاک می پوشوندش. آخان تصمیم گرفتن که این زمین جای بسیار مناسبی برای پارک هستش و این کار اجرا میکنن. ولی همینطور که میدونین در خیلی از کشورها مثل جهان سوم پارک قاهره اونجا این زمین رو وقتی خواستیم شروع کنیم در سال 1986 یک دفعه امریکایی ها اومدن و گفتن که ما میخواییم 3 تا منبع آب شهر قاهره رو اینجا درست کنیم. منبع آبم خیلی ساختمان های بزرگیست، بالای تپه با باشه که مثل فشار آب به اندازه کافی باشه به همه شهر سوار باشه. به هر حال بل اجبار 3-4 سال صبر شد و امریکایی ها USAID 3 تا منبع آب بزرگ رو در قاهره ساختن. همزمان آرشیتکت ها و محوطه سازا به اصطلاح مهندسان منظر و لندسکیپ آرکیتکت ها روی این پروژه کار میکردن. و این پروژه که چه باشد؟ این پروژه
شرایط چیزهای مختلفی آقا خان پیش یک شرایط بسیار مختلفی رو گذاشته بودن. یکی اینکه مطمئن باشن اینجا از بین نمیره، چون یکی از مسائلی هستش که در بعضی کشورها وقتی که شما یه پارکی رو میسازین، پارک هیچ چیز مهمی نیست، پس در نتیجه بعد از یه مدتی خوش میشه، آب نمیدن، بودجه نداره، یا میان توش میخوان که استفاده بکنن، کافه درست کنن، استفاده مالی بکنن، و چجوره قانونهای بذارن که اینجا رو بشه یک به صورت خودکفا باشه. فقط این مسائل با این مسائل میشه در بالاترین سطح مملکت اینها اجرا بشه. و اون کسی که پشتیبانی از این پارک میکرد خانم سادات بود که همسر رئیس جمهور بودن. ایشون این فکر خودش حجم داد و پشتیبانی میکرد. اون فرماندار قاهره هم همینطور. به همین صورت این پارک روی اون منابع آب تمام نقشه ها عوض شد و یک جور شد که روی منابع آب ساخته بشه. و اون چیزی که میبینین شما الان در این عکس سمت چپ و راست، اون چیزی که قبلا بود منابع آب رو میتونین به سمت نقطه به اصطلاح مثل سفید هستش میبینین، و این پارک روز یک چیزی که امروز دیده میشه. سلاید بعدی خواهش میکنم. آنچه مهم هست این هستش که فقط در یک شهر داشتن پارک مهمه، ولی فرهنگ پارک رفتن هم مهم است. برای اینکه وقتی که شما ببینید شما که در شهرهایی که زندگی که پارک هستش، پارک رفتن جزء زندگی روزانه هستش. اگر پارک نیست مردم نمیدونن چیکار کنن. آمدن اینجا در این هیئتی که کار میکردن روی این پروژه تصمیم گرفتن که برای این پارک ورودی بذارن. یک ورودی خیلی ناچیزی، حدود 50 سنت امریکا هم کمتر، 20 سنت. اصلا این یک صحبتی بودش که غیر قابل تصور بود. چطور میشه یه پارک عمومی بسازیم ما و از مردم پول بگیریم که توش برن؟ ولی این شرط جز شرایط مهم بود. چرا؟ به دو دلیل. اولا اینکه این فکر شدش که وقتی کسی پولی میده به یه جای میره، از اونجا بیشتر نگهداری میکنه، اونجا براش اهمیت بیشتری داره. دوم اینکه این پارک باید یه درآمدی داشته باشه، برای اینکه شهرداری و اون به اصطلاح استانداری قاهره اونها پولایی ندارن که بتونن خرج نگهداری این باغو بکنن. در ضمن با پیشنهاد شد دو عنصر به اصطلاح درآمدزا در اون بود، دو تا رستوران مختلف. این دو رستوران رو هم ساخته شد و یک شرکتی درست شد که اینها رو استفاده بکنه. فقط همین الان قبل از اینکه بقیه قصه رو بگم بهتون بگم که این پارک در سال 2 میلیون نفر ازش بازدید میکنن. 2 میلیون نفر یک دونه بلیت میخرن و میرن تو این پارک. تمام مراسم مهم تا زمانی که مبارک بود یا بعد از اون، سفارتخانه ها غیره، همه مراسمشون رو در اینجا اجرا میکنن، برای اینکه بهترین نقطه شهر قاهره هستش، یک سمبولی هستش. البته کسانی که در اون محله زندگی میکنن اونها یه کارتی دارن، اونها پول نمیدن برن تو پارک، برای همین استفاده کامل میشه، مردمی هست. این نیستش که فکر کنن که اگر قرار بشه بگی ما پول بدیم بریم توی پارک، این دیگه یک جای مردمی نخواهد بود. درست تجربه ثابت کرد که درست برعکس این هستش. در این پارک، شروع این پارک این بودش که اول باید ببینن چه گیاهانی رو باید بذارن. برای همین کسای مختلفی روی این پروژه کار میکردن، نه تنها مهندسای امریکایی بودن که این نقشه اصلی لندسکیپ کشته بودن، ولی چند مصری که فوق‌العاده در مهندسین کشاورزی بودن سهم بسیار بسیار مهمی داشتن. و اینها تمام این گیاهانی رو که چقدر آب مصرف میکنه، چجوری آبها رو نگهداری کنیم، برای اینکه همونطوری میبینید قاهره یه جای بسیار خوشی هستش، در انتخاب همه اینها دقت شد. همزمانی که این پارک در حال ساختن بود، که همونطور که دیدین 15 سال طول کشید ساختمانش، این مؤسسه فرهنگی آقاخان دیدن که خب ما این پارک رو میسازیم، ولی مردم اطراف که جزو فقیرترین آدم‌های قاهره هستن چگونه میتونن از این پارک استفاده کنن؟ در زمان ساختن پارک یواش یواش دیدن که وقتی شروع کردن به گود برداری، خاک برداری، زیر این انبوه تلمبار زباله یک
یکی از تاریخی ترین دیوارهای ایوبی شهر پیدا شد. 1 کیلومتر و 300 متر، 1300 متر اینجا دیوار زیر زمین بود. اینها همه از زیر زمین در آمد و الان شده یکی از جاهایی که مردم میرن دیدن میکنن. یکی از مسائل تاریخی حل شد. بعد یواش یواش ساختمانهای اطراف شروع کردن تعمیر کردن، برای اینکه یه تعدادی از مناره های مساجد اطراف، محل های اطراف، اینا همه ریخته بودش. وقتی شما میرین بالای پارک وای میسین، یکی از مهمترین مسائلتون اینه که میتونین شهر قدیم قاهره رو ببینین. این شهر قدیم دوباره شروع شد به بازسازی و در ضمن کوچه های اطراف رو هم. شما وقتی که این منظره دارین، بایستی که این هم محله ها هم بتونن استفاده داشته باشن. به غیر از یه تعدادی از ساختمان های تاریخی که تعمیر شدن، مقداری ساختمان های خیلی معمولی خونه های مردم با همکاری و مشارکتشون، این خونه ها بازسازی شدن، نماهاشون دوباره سازی شدن. یکی از مسائلی که در نه فقط در قاهره و در همه جا دنیا این به وجود میاد، وقتی شما در محله هایی که به اصطلاح فقیر نشین هستن، ساختمان رو سعی میکنی، کمک میکنی بهشون که تمیزتر بشه و درستتر بشه، مردمی که ساکن هستن خودشون هم میرن از هر جای شده پول میذارن، اون ساختمان که تا حالا دست بهش نمیزدن رو تعمیر میکنن. و این برای اینکه میبینن که این در زندگیشون تاثیر داره، محلهشون بهتر میشه. ولی نمیشه که، ولی این یک چیز نبوده که در قدرت این باشه که خود مؤسسه آقاخان برن تمام خونه های محله، یکی از قدیمی ترین محله ها رو تعمیر بکنن. آن چیز مهم بود که چجوره همکاری بشه، مشارکت بشه که بتونن این کار انجام بشه. سلاید بعدی خواهش میکنم. یکی از مسائل دیگه که خیلی مهم بود، مسائل زیربنایی یا به قول خارجا infrastructure. وقتی شما این محله رو دارین درست میکنین، بایستی فاضلاب، برق و اینها هم درست بشه. یواش یواش یک چندین تا از مغازه ها درست شدن، یه میدونگاهی شد. این باز، این پارک در نزدیکی خان خلیلی که یکی بازار اصلی شهر قاهره هستش و دانشگاه الازهر هست، توریست ها به دانشگاه الازهر و خان خلیلی می رفتن، ولی هیچ وقت به این محله های اطرافش نمی آمدن. این پارک باعث شد که یواش یواش این محله ها، مردم، توریست ها یواش یواش به طرف پارک بیان و به طرف این خیابون ها. در نتیجه کاسبکارا بیشتر شروع کردن کار کردن. وقتی کاسبکارا کارشون بهتر میشه، درآمد محلی بیشتر میشه. اونها میتونن یه مقدار زیادی پول بذارن که خونهاشون تعمیر کنن. و این یک مسئله ایه که این به اصطلاح چگونه میتواند یک منطقه رو بهتر کرد، بهینه سازی کردش. و اون چیز مهمی هستش. سلاید بعدی خواهش میکنم. شما جلو رفتی، عقب رفتین؟ صدا آها. نه، آخرین سلاید بودش. خب همینجا من ببخشین، من چون سلایدهای دیگه ای گذاشته بودم که، و این فیلم ها رو حالا میتونیم ببینیم، بعضی اون وسط که من صحبت میکنم شما میتونیم فیلم ها رو هم نشون بدین و همینطور من صحبت میکنم. حالا بعد از سال 2005، یعنی 15 سال پیش که این پارک افتتاح شد، امروزه جزء فرهنگ شهر قاهره شده و انتظار مردم بالا رفته. یعنی چی؟ الان مردم دلشون میخواد که شهرداری بتونه از همانطور که میگن که پیش خودشون که چرا اگر که آقا خان میتونه یک همچین باغی درست کنه، یک همچین پارکی درست کنه، چرا شهرداری محل نمیتونه درست کنه؟ چرا شهر قاهره خودش قادر نیست که همچین بهشتی رو در وسط یک بیابانی درست کنه؟ امروزه واقعا آدم افتخار میکنه وقتی میره میبینه تو این پارک هستش. فیلم شما رفت قربان. وقتی تو این جا را میره میبینه این درخت ها 15 ساله شدن. این درخت ها البته از سالهای قبل، این درخت نخلی که میبینین از سالهای قبل توی کاشته شده بودن، در همین از سال 1995 به بعد که بیان دوباره اینجا کاشته بشن.
این یک تعدادی از این همینطور که گفتم مهندسین کشاورزی یک تعدادی از نوع گیاهانی رو پیدا کردن که آب کم میخواد و در این محل هستش و این باعث شده که یک تفریحگاه مهم باشه. حالا ما برمیگردیم به این که وقتی یک شهری یک محله پارک داره، اونجا نقطه میشه که مردم میتونن بیان با هم باشن، شهروندی تقویت میشه و این یک مسئله خیلی مهمیه، چون فقط این پارک ساخته نشده که فضای سبز باشه، البته به عنوان یک فضای سبز داره به عنوان ششهای این شهر کار میکنه، چون واقعا همونطور که بهتون خدمتتون عرض کردم مقدار سبزی در این شهر قاهره بسیار کم هستش، ولی این به اصطلاح وقتی که چند سال پیش که رژیم مبارک عوض شد، یه فیلم دیگه هم هستش داریوش، خواهش میکنم اگه ممکنه یه فیلم دیگه هم هستش، دو تا فیلم دیگه، من همین یه دونه فیلمو دارم. سه تا فیلم ندارین شما؟ نه من یه دونه دارم. خب اگه میتونستیم اگه اون اسلاید شو رو برای من بفرستادین شیر میکردیم میتونستیم ادامهش نشون بدیم. چشم، من حالا سعی میکنم ولی خب فکر نمیکنم این فیلم ها رو بشه ای بشه که انشالله که بشه که بشه براتون بفرستم، یا توی دراپ باکس بذارید یا جایی برای من شیر کنید میتونم. بله اگه دراپ باکس دارین تو دراپ باکس بذارین الان من میتونم بلا فاصله چیزی. شما از یه آدم از 68 ساله خیلی انتظارهای زیادی دارین، ببخشید خیلی معذرت میخوام، شما جوان بودین پری من بودین این کارا برام میکردین، نشستین اونجا در لندن به من دستور میدین. الان سعی میکنم براتون یه بار دوباره اگه سعی کنید شیر کنید همینجوری دونه دونه دستی دستی اگر روی اسلاید ها برید پایین احتمالاً بدون اسلاید شو میشه نشون داد اونا رو. خب شاید اجازه بدین، خیلی خب اینم حرفیست، بذارید من یه شیر بکنم یک داره به جایی میرسه. شما میبینین فیلم؟ هنوز لود نشده. خب همین اشکال این همینه. آره یه جایی توی سیستم دیگه است. بله متاسفانه فیلم رو خیلی مشکل میشه در چیز دیدش. من آشنا میکنم برم اگه بتونم چند تا عکس رو بهتون نشون بدم. خب دیگه منو ببخشین که این فیلم ها نتونستیم بهشون بدیم، ولی آن مسئله مهم اینه که این چه تأثیر داره. حالا من سعی میکنم که تو این وقتی که باقی مونده چون متأسفانه نتونستیم با سوال و جواب به شما، اگه ببینین که شما چه سوالایی دارین، چون که جنبه های مختلف داره همونطور گفتم. برای مثال ما یکی از ساختمان ببینین یکی از مسائل مهمی که اتفاق میفته اینه که مؤسسه آخان فقط یک کار نمیکنه. این یه مسئله خیلی مهمیه. یعنی چی؟ یعنی که فرض کنی که قسمتی که مرمت ساختمان ها رو میکنن، اونها یکی از این چندین تا از این ساختمان ها رو تعمیر کردن. مسجد برمیگرده میشه مسجد، مردم میرن توش نماز میخونن. ولی چندین تا ساختمان دیگه بود که اینا هیچ به اصطلاح کار دیگه نداشتن. یکیشون تبدیل شده به مدرسه موسیقی. برنامه موسیقی آقا خان کلاس هاشو در یکی از ساختمان هایی که قسمت به اصطلاح مرمت آقا خان تشکیل درست کرده کار میکنه، استفاده ازش میکنن. یک کلینیک درست کردن در یکی از اینا به اصطلاح آقا خان فاوندیشن یا بنیاد آقا خان، یکی از برنامه های پزشکیشون و بهداشتیشون رو در یکی از ساختمان ها درست کردن که مخصوصا برای خانواده ها می آمدن، مادرهایی که به اصطلاح مادرهای آینده اونجا به اصطلاح پرستاری می شدن، دکتر می دیدن اینها. یا اینکه یکیشون ساختمان ها تبدیل شده مدرسه، یه مدرسه در اختیار مدرسه قرار گرفته. بر همین ها با هم انجام میشه و این مسئله خیلی مسئله مهمی هستش. خب اگه اجازه بدید من با چند تا سوال شروع کنم و فضا رو باز کنیم برای پرسش و پاسخ. دوستان میتونن تو قسمت چت
سوالاتشون رو بنویسن و هم من میخونم هم آقای درخشانی میبینه. ولی سوالی که من میخوام باش شروع کنم در واقع به این کارکردهای مختلفی که پارک اینجا داره، یعنی همونجوری که شما اشاره کردید کلاس موسیقی توش برگزار میشه، مردم میرن مراسم توش برگزار میکنن، نهادهای دولتی، سفارتخونه ها و مراسم مهمی که تو شهر برگزار میشه میاد اینجا، در واقع بخشی از زندگی فرهنگی اجتماعی و مدنی شهر. حالا سوال ما چون الان توی وقتی ما درباره پروژه پارک الازهر صحبت میکنیم، ما در واقع یه دونه مؤسسه نداریم، یه دونه نهاد نداریم. جایزه معماری آخان هست، مرمت شهرهای تاریخی هست، نمیدونم آخان فاوندیشن اونجا کار میکنه، برنامه موسیقی آخان اونجا کار میکنه، یعنی انگار پارک الازهر یه به تعبیر یه مایکروکازمیه از کل شبکه توسعه آخان، یعنی جاهای مختلفش اونجا دارن ایفای نقش میکنن. این تصور های درسته یا بخش های مختلفی ازش اونجا کار میکنن؟ نه ببینید، البته خب جایزه معماری آخان اونجا فقط اولین به اصطلاح پایه‌گذاریش بودش، ولی قسمت مرمتی کار میکنن. برای مثال براتون بزنم، ما در اونجا کنار این پارک یک دونه پارکینگ ساختیم، درست کردیم، یه پارکینگ چند طبقه که در این منطقه نیستش، که این درآمد داشته باشه برای این پارک و بعدا در آتی ممکن روش هم یک ساختمان بسازن به اصطلاح که مثل یک رستوران یا غیره که در خدمت این شهر باشه. این رو با قسمت همکاری قسمت های اقتصادی میکنیم، توجه میکردین؟ همونطور که گفتم، اولا که فقط پارک الازهر نیستش، همیشه بایستی این ما در نظر بگیم که پارک الازهر و محله درب الاحمر، محله درب الاحمر اهمیتش زیاد است. این مسئله ای که اصلا با این پروژه شروع شد و در تمام پروژه های آقاخان که به اصطلاح قسمت شهرهای تاریخی، مرمت شهرهای تاریخی انجام میدن، همیشه اینی که هیچ وقت به یک ساختمان و یک بنا و یک پارک بسنده نمی کنن. باید اون رو در قالب اون منطقه دیدش، محله شهری، یا استفاده هم، یعنی استفاده بهبود اون پارک، اون پارکی به وجود میاد اطرافش هم بهتر بکنه. حالا یه مسئله بعدم براتون بزنم که اینجا اتفاق افتاد. تا زمانی که رژیم مبارک سر کار بود، خب یه مقدار قوانینی در مصر حاکم بود. وقتی که انقلاب در به اصطلاح در مصر شد، برای چند سال دولتی وجود نداشت. حتی امروزه آقای خب دولت سیسی، جنرال سیسی وجود داره، ولی هر کی شروع کرد هر کاری رو کردن، از جمله در منطقه تاریخی که نبایستی ساختمان‌های چند طبقه می‌ساختن، بلا فاصله شروع کردن به ساختمان‌های چند طبق ساختن. یعنی چی؟ یعنی که اطراف پارک از این بهتر چی هستش که یک دونه شما یه قطع زمین کوچیک دارین میدین به یه بساز بفروش، اینو 7-8 طبقه میسازه به یه ساختمان بعد، ولی همه آپارتمان‌ها چی دارن؟ یک دید به یک پارک. قیمت چندین برابر از آپارتمان‌های دیگه شهر هستش. این اتفاق در به خاطر انقلاب افتاد. الان یه خود جلوشو گرفتن، ولی بسیار مشکل. و برای همین بعضی از ساختمان‌های قدیمی و تاریخی شهر پشت این آپارتمان‌ها الان قایم شدن. این از اتفاقی بود که هیچ کس جلوشو نمیتونست بگیره. برای اینکه دولتی وجود نداشت که بتونه زوری داشته باشه که این ساختمان‌ها رو جلوشو بگیره. خب حالا ببینید، این سوال الان من پیش از این که این میدان رو واگذار کنم به حاضرین، این سوال یه بار دیگه من بپرسم، این به چارچوب کار شبکه توسعه آخان مربوطه. ما میدونیم که شهر قاهره تقریبا هیچ اسماعیلی نظاری نداره، یعنی پیرو آخان تو این کشور یا زندگی نمی کنه یا بلحظه کامیونیتی اونجا وجود نداره، جز این که امامت اسماعیلی فاطمیان رو که اجداد خودش هستن و اهمیت تاریخی براش داره و رفته اونجا کار انجام میده. واقعا این سوال برای مثلا مخاطب عادی که شناخت دقیقی از کار شبکه توسعه آخان نداره، سوال
ممکنه مهمی باشه که اصلا به آقا خان چه ربطی داره که پا شده رفته تو مصر تو قاهره این کار رو انجام میده، این کارا رو برای که تبلیغ بکنه انجام میده. یعنی شما پارک میسازی، تو اون پارک چیکار میکنی؟ مردم به این پارک نگاه میکنن میان آیا اسماعیلی میشن یا اصلا هیچ تصوری دارن از اینکه این آقا خان این فاطمیان به هم ربط دارن به اسماعیلی مربوطه، یا فقط یه چیزیه که هیچ کس احتمالاً نمیدونه که اون بابایی که داره از این فضای شهری استفاده میکنه، اون بابایی که داره از این فضای سبز، از این محیط پاکیزه داره بهره مند میشه، بافت زندگیش تغییر کرده، احتمالاً شاید هیچ وقت نمیفهمه که اون کسی که اومده این کار انجام داده کی بوده. این سوال واقعا سوال کلیه که باید دیگه در واقع سوال پیشین رو پاسخ داد که اصلا به آقا خان چه ربطی داره به پارک بسازه؟ پارک سازی چه ربطی به کار شبکه تو توسعه آقا خان و امامت اسماعیلی داره؟ حالا من سوال رو به جای مختلف جواب میدم. اولا که من تصور نمی کنم که هیچ وقت مصری ها اون برای اینکه اون چیزی که دیدن اسم آقا خان برای اونها یک مسئله، یک شخصی است، مخصوصا به خصوص به خاطر شاه سلطان محمد شاه و اسوان. اونها یه رابطه رو میدونن که آقا خانی وجود داره. رابطه آقا خان و فاطمیه رو نمیدونن. یعنی یه چیز نیست که همه کسایی که خب عوام مردم بدونن. ولی فکر نمی کنم که هیچ کسی تصور این بکنه که این پارک به خاطر تبلیغات هستش. آنچه مسلم است که این شناخته شده نبود که بنی فاطمیه که شهر قاهره رو تأسیس کردن اسلافش آقا خان از اسلاف ایشون هست. این هیچ در شکی نیست. اینو ولی نمیدونستن، ولی حالا هم میدونن، ولی این تأثیری نمیکنه. اون چیزی که همه میدونن که این پارک چقدر کمک کرده به شهروندی، به شهرنشینی، به داشتن یک چیزی که نداشتن، به یک نمونه. و از اون جایی که این سیستمی که این پارک اجرا میشه، اولا که این پارک خودش خرج خودش رو که در میاره هیچ، یک مقداری از خرج بازسازی محله اطراف رو هم میتونه بده. و خب 15 الان 30 ساله که اونجا داره کار انجام میشه، مردم اون محل 30 ساله که دیدن همه دارن کار میکنن و هیچ در اونجا کار عجیب غریبی نیست. یک پارک هست و یک نوع جدیدی از رفتن به اصطلاح بیرون که بتونن همه برن. من تصوری نمی کنم. ولی حالا چرا پارک؟ اولا یک بهتون بگم که در تاریخ که این چندین سالی که جایزه معماری آقا خان بود، به خود در سالهای اول این رسم رو آقا خان داشتن که وقتی به یک جای میرن به عنوان تشکر یک چیزی، یک یادگاری از خودشون بذارن. مثلا در سال 1995 در شهر گرانادا در اسپانیا یک سمینار بزرگی داشتیم و یک ساختمونی که به اصطلاح ساختمون زفرا هستش، اون ساختمون رو مرمت کردن که بعداً شدش یک مرکز تحقیقات علوم اسلامی. درست کردی؟ بله؟ من دیگه عکسش پشت سر منه. شما خودتون همه جا جا میزنین، البته خب اشکالی نداره. بعد این هستش. یا در یک کوچه رو در سال 1983 در ادیرنه ترکیه یک بازسازی کوچیکی شد. این کارهای کوچیک بود ولی اولین پروژه بزرگ قاهره بود. چندین دلیل داشت. یک، به هر حال برای آقا خان این مسئله تاریخی وجود داشت که ایشون از بنی فاطمیه هستن. این مسئله بودش که ایشون میخواستن که همه خود بقیه اسماعیلی هم بدانن که همچین تاریخی وجود داره، چون شناخت شده نیستش. شما در خیلی از کشورهای مختلف، خب من چون اطلاعات زیادی درباره اسماعیلی ندارم اونقدر بتونم یک صحبتای بکنم، ولی خب در قیروان هم بودن، در تونس هم بودن، در خیلی کشورهای دیگه هم بودن در یک برهه تاریخی، ولی در یک برهه تاریخی هم در هندوستان و جاهای دیگه رفتن. این به اصطلاح جا به جایی دیگه امروزه مخصوصا اونقدر مهم نیست. اون چیزی مهمه اینه که اون خاطره ای هستش که از اون میذاره. و به نظر من پارکسازی بسیار مهمه. چرا؟
بعد از قاهره شروع شد در جاهای دیگه، در کابل یک باغ در کابل داشت. در ما الان پروژه 11 تا پارک هستش، از جمله پارکی که در ادمونتون درست شدش در کانادا، توجه کردین؟ برای همین این بودش که دیدیم که پارک یکی از بهترین نقطه هایی هستش که بهترین کمکی هستش که آدم میتونه به یک شهر بکنه، برای اینکه تعداد کسانی که از یک پارک استفاده میکنن بیشتر از هر چیزی که از بنای تاریخی باشه، یه ساختمان فرهنگی باشه یا هر نوع بنای دیگه، یک برای اینکه یه جای به همه تعلق داره، به همه اقشار مختلف. شما اگه بیاین یه دونه ساختمان حتی مهمترین ساختمان های تاریخی رو مرمت میکنین، خب این مثل یه موزه میشه، یه عده کمی میان دیدن میکنن میرن. کمکی به اون شهر کسایی که اطرافش زندگی میکنن نمیکنن. شما وقتی میرین به باغ بابور در کابل، شما تمام محله الان به اصطلاح خوب شده، همه مردم میرن اونجا سیزده به درشون رو میگیرن، جشناشون رو میگیرن. و این مسئله اینه که چجوری از فضای عمومی استفاده کردن. پس به یه تعبیر اومده با این کارا خدمات شبکه توسعه آخوند مؤسسه فرهنگی رو دموکراتیزه کرده، به وجهی اومده تو کف خیابون آورده دست مردم گذاشته. دقیقاً همین کار درسته. در جاهای مختلف ما حالا یکی از همیشه هم البته موفقیت نداشتن، مثلا فرض کنید که در زنگبار یک قسمتی از به اصطلاح جلوی میگن جلوی دریا رو یه پارکی بود، پارک فرودانی. این پارک رو درست کردیم اونجا. بعد اون چیزی که جالب بودش، از تجربه رو از یک منطقه به یه جای دیگه انتقال دادن. چیکار کردن؟ اونجا یک عده در زنگبار دست فروش بودن، غذاها رو می آوردن ولی خیلی کثیف. از قاهره اون کسایی که پارک رستوران های پارک قاهره رو درست میکرد کار انجام دادن، یه دو اومدن لباس درست، لباس تمیز، دستکش همه، و یه دونه به اصطلاح مثل عرابه کوچیکی که یه چیز حل بدن غذا درست کنن، اینا درست کردن. و این شدش یک مسئله تغییر بزرگی شد. یک دفعه همه محل مردم زنگبار دیدن که یک پارکی که همیشه میرفتن توش غذای کثیف اینا میخوردن، یک سری جاهای تمیزی درست شده، یک دفعه تبدیل شدش به چیز. متاسفانه بعد از یه مدتی شهرداری دیگه اجازه داد، چون پول توش میتونست در بیاره، از اون تعدادی که بایستی دهکه هاش بیشتر شده. از کسایی که رفتن زنگبار میدونن اون پارک دیگه متاسفانه به اون تمیزی قبل نیستش. مسئله کلی اینه که یکی از سوالایی که میکردن که این قوانینی که میذارن چجوریه. کاری که با سیستم ما اینه که در مورد قاهره توجه فرمودین، با فرمانداری قاهره یا استانداری قاهره، فرمانداری گاورنرت میگن بهش، اون فرمانداری قاهره یک قرارداد 30 ساله با ما بستیم که با تا 30 سال اداره پارک با ما هستش. این 30 سال چند وقت دیگه، چند سال دیگه تموم میشه و ما داریم اینو به قول معروف، به قول خارجی ها، رینگوشیت میکنیم، دوباره باش صحبت میکنیم که بتونن خب برای که ثابت کنن که ما، اونا وقتی میدونن که پولی نمیگیریم، اون درآمدی که از پارک به وجود میاد هرچی باشه با شهرداری شریکی هستش، با دولت شریکن. این نیستش که اصلا به هیچ وجهی اینجا نیستش که پول ساخته بشه. توجه کنید این یه مسئله خیلی مهمیه. وقتی ثابت شد که پول ساختنی نیست و اونا خودشون هم میدونن که خودشون نمیتونن حتی اون درآمد رو هم از وجود داشته باشن، چون اون چیزی که مهمترین هستش که باید بگم که واقعا بزرگترین کمکی که مؤسسات آقاخان میکنن قسمت مدیریته. نشون بدن که در بدترین شرایط هم با مدیریت خوب میشه تغییر داد. اینطور نیست که هیچ چیز همه جای دنیا غیر قابل تغییر است. نمونه خوب که آدم نشون میده و با یه مدتی هم باید وایس پشتش بقیه یاد میگیرن. تو سوالایی که اینجا ما داشتیم یه سوال دیگه تو قسمت پرسش و پاسخ هست که اینو من میخونم. از آنجایی که این پروژه بسیار ارزشمند است، آیا برنامه‌ای هست که مانند این چنین پروژه‌ای در جای دیگری بنا شود؟ همونطور که گفتم این اولین پارک بودش و بعد از اون 11 پارک الان در نقاط مختلف هستش. در خاروق پارک هستش،
در زنگبار همونطور که گفتم در کابل، یکی از مهمترین و بزرگترین امروز در شهر دهلی، دهلی نو، تمام اون باغ اطراف مقبره همایون رو که درست شد، هیچی پروش، یک دونه به قول انگلیس ها اسمش رو گفتن نرسری میگن، اونجایی که باغ گیاه شناسی بودش، مخروبه کامل بودش، الان شده تمام یکی از جاهای دیدنی، مردم میرن اون به اصطلاح طبیعی پارک شده، که الان مشغول ساختن یک موزه هم اونجا هستیم با کمک دولت هندوستان، که یک به اصطلاح اینترپریتیشن سنتر بهش میگن، که وقتی وارد اونجا میشین شما میتونید برید توی اون پارک یا توی مقبره همایون رو دیدن بکنید. و همونطور که میدونین هر سال میلیون ها اونجا توریست میره اونجا رو ببینه در شهر دهلی. دیگه ادمونتون در هستش که در کانادا هستش. بعد یه پارک های کوچیکتری رو در دبی، البته اون خیلی کوچیکه، که جلوی نزدیک اسماعیلی سنتر هستش که اونم درست کردن. واسه همین اینا تعدادشون حدود 11 تا هستش. یه سوال دیگه اینجاست که چطور کسی میتواند عضو مجموعه معماری آخان بشود؟ مجموعه غیر از اینکه به من شما یه پولی بخششی بکنین، این یکی از راهاشه، ولی خب حالا من نمیتونم بهتون بگم چجوریه. ولی ببینین ما یه دفتر همه یک مهمترین مسائل اینه، مسئله مدیریت. تعداد کسایی که کار میکنن در مؤسسه آخان خیلی کم هستن. البته در فرسون در پارک الازهر باغمون و نگهبان و اینها یه تعداد چند صد نفر کار میکنن، توجه کردین، ولی همه اینا با یه مدیریت خیلی کوچیکی انجام میشه و این شرط موفقیت تمام این پروژه هست. این و اون چیزی که هستش، ما کمک خیلی دوست داریم بکنیم، به ما اطلاع بدین اگه پروژه خوبی یه جای دنیا میبینین، شما با ما شریک بشین، ما خیلی خوشحال میشیم. یه سوالی من بپرسم در ادامه این در واقع بستر شکلگیری و حفظ طولانی مدت این فضایی که ساخته میشه. این مثالایی که شما زدین تقریبا در همه موارد نشون میده که وقتی مثلا مؤسسه فرهنگی آخان به عنوان نهاد توسعه، به عنوان نهادی که براش محیط زیست، محیط ساخته شده و فضای تاریخی مهمه، متصدی مراقبت فضاها میشه، بنا به تجربه و بنا به کارنامه‌ای که داشته، ما دیدیم که اینا رو خوب نگه می‌داره، اینا رو خوب به نسل بعدی منتقل می‌کنه، مراقبت خیلی سختگیرانه ازش می‌کنه و به محض اینکه این فضاها مدیریتش از دست اینا خارج میشه، مثل موردی که در قاهره داشتیم که بعد از انقلاب اتفاق افتاده که شروع کردن بلافاصله ساختمون مرتفع ازش ساختن، یعنی در واقع به حریم در واقع منظر و افق پارک دوباره تجاوز شده، یعنی همون شکل بدری و قواره‌ای که در معماری شهرهای خیلی مدرن اتفاق میفته دوباره اونجا تکرار میشه و این ما رو برمیگردونه به اون مسئله اصلی برنامه معماری آخان، جایزه معماری آخان، که در واقع نگرانی از این حفظ محیط زیست به شکلی باشه که تبدیل به یه نسخه بدقواره زشت رنگ رو رفته تکراری معماری غربی نشه و برج و بارو اینا بلافاصله نسازن. تو تمام این مثالایی که شما زدید همیشه این اتفاق میفته و این چیزی که من دارم میبینم اینه که مثلا در ظرف 25 سال، 30 سال، 40 سال امامت اسماعیلی با چنگ و دندون خیلی امیدوارانه و خیلی دلخوشانه میشینه یه جایی میره یه پارک میسازه و هیچ تضمینی وجود نداره که 5 سال بعد اون دولت، اون حکومت یا اون محیطی که اینجا هستن براشون مهم باشه که اینو حفظ کنن. دوباره مثلا ممکنه این درب الاحمر خراب بشه، خان الخلیلی دوباره ویرانه بشه، یا یه دو آدم بیان که براشون مهم نیستن. یه شعری داره اخوانی که میگه که مضمونش اینه که شما چرا عمرتو میذارید صرف آبیاری کردن باقی کسان گل کاغذین روید، عمرتو صرف میکنید سر یه چیزی که آخرش میپاشه. چرا باید امام اسماعیلی این انرژی، این هزینه، این نمیدونم تخصص، این مهارتی که جای دیگه میتونه صرف کنه صرف یه جایی بکنه که واقعا هیچ تضمینی براش وجود نداره؟ این به نظر شما برآمده از خوشبینی بیش از حدی به انسانها و نوع بشره، یا به خاطر یه چشمنداز و یه بینشی که خود آخان داره که به نمیدونم خاورمیانه، به سلمان امیدواره که اینا وضعیت خودشونو بهبود بدن؟
اولا که من این دید رو یه خود قبول ندارم، برای خاطر اینکه وقتی شما ببینید 30 سال یک نسل، چند نسل هستن، وقتی یه چیزی رو میبینن که کار میکنه، اولا خودشون در نگهداریش کمک میکنن، و اگر هم اومدیم و قوانین عوض شد، اصلا یک حکومتی اومدش و گفتش که اصلا ما نمیخوایم این مؤسسه خارجی در این مملکت وجود داشته باشه، بره، ولی وقتی که اون چیز خوب وجود داشته، خاص میخوان از اون هر کسی که بیادش که درستش بکنن. برای همین از یه طرفی هم 30 سال اونجا به بهترین نحو اجرا شده، استفاده شده. یک این که من تصور نمی کنم، البته نمیدونم، که آخان به عنوان که امام اسماعیلی بخواد که تمام جهان رو درست کنن، آرزو این هست که بشه، ولی امکان وجود نداره. آن چه انجام میشه در حد قدرت است، در حد اون که میتونن بکنن. با دولت‌های مختلف هم همیشه اشکال وجود داره، برای کسایی که اصلا دولت‌ها قدرت دستشونه، مسائل مختلف میشن، بعضی ها فساد درشون هست، بعضی ها پول براشون مهمه. اون مسئله اینچه کوتاه ندادن، کوتاه آمدن بدترینه، استقامت مهمترین است. همون که میبینید در قاهره، در مصر حکومت عوض شده، حکومت دو حکومت عوض شدن، ولی اون باغ به جاش مونده. حالا چند تا دونه ساختمون در این دوره یک باغ چندین هکتاری به وجود بیاد، از اون طرف هم طبیعت کار خودشو میکنه، درخت ها بزرگتر میشن، اون ساختمون ها کمتر دیده میشن. توجه کردین؟ برای همین این یه چیز دراز مدتیه. اون چیزی که مهمه اینه که تأثیر اون نامی که میمونه، خاطره که میمونه. ما یک مقدار زیادی از جوابمون با خاطرات هستش. شما یه خاطره، وقتی یه چیزی که خاطره خوب دارین، حتی یه چیز بد رو خوبتر میبینین، برای که امید دارین که اون بهتر بشه، درست بشه. و این مسئله به نظر من بسیار مهمه. اگر که شما این حرف هم که زیاد شاید قابل قبول من نباشه، که اگر در این پول رو جای دیگه بذاریم، چه جای دیگه؟ شما بهترین دانشگاه هم درست کنین، اون دانشگاه بعد از این مدتی ممکن درشو ببندن. ولی این حرف اینه که این دانشگاه چقدر دانشجو درست کرده، چقدر فارغ التحصیل داشته، و اونها چقدر در آتیه ادامه خواهند داشت. یک نسل دو نسل میگذره تا اونها از بین برن. توجه کردین؟ برای همین همیشه باید امید داشت به اینکه این به اصطلاح سنگ درست رو گذاشتن، خشت اول و بنا رو صحیح درست کردن مهمه. اون چیزی که مهمه اینه که من در تمام پروژه هایی که دیدم که انجام میشه، نمونه سازیه. یک نمونه خوب وقتی شما نشون میده، و اون مسئله مهمیه. چرا شبکه آخان در افریقا و در بعضی کشورهای دیگه در این 40-50 سال گذشته موفق بوده که کار بکنه؟ برق، کارخونه گونی بافی، ارزم بزرگتون که در کنیا تمام این لوبیا سبزایی که میادش در فروشگاه مختلف اروپا فروخته میشه، اینا وقتی مدیریت درست و صحیح باشه، کار انجامش رو میره جلو. متاسفانه اون چیزی که همیشه بدبختی هستش، مدیریت اشتباه هستش، اون چیزی که هیچ کارش هم نمیشه کرد. یکی از چیزایی که میخواستم بگم که در عکس ها نشون دادم، متاسفانه حالا یادم نرفته بگم، برای دوستانی که در ایران هستن، من خودم برم اون عکس رو پیدا کنم. در وقتی که پارک قاهره درست شد 20 سال پیش، همون سال 2005-2006، یک کتاب چاپ شد روی قاهره، کتاب قاهره. حالا من اشاره عکسش رو میتونم به شما نشون بدم. این کتاب قاهره چاپ شد 20 سال پیش. چند سال پیش در ایران این به اصطلاح این یه کسی اومدش و این رو چاپ کردن این کتاب رو، که الان من به شما اسمش رو میگم، حالا چون عکسش هایی نتونم بهتون نشون بدم، ببخشید. اسم ناشرش رو میخوام پیدا کنم. دکمه سبزنگ پایین. الو،
اینجا به اسم کتاب فارسی که نشر فضا مؤسسه علمی و فرهنگی فضا سال 1390 این کتاب رو چاپ کرده. مترجمش هم سرکار خانم سعیده محتشم امیری هستن و این کتاب فارسیه. تمام این داستان رو میگه. شما روی اینترنت های برین انگلیسیش به اسم Cairo Revitalizing Historic Metropolis هستش. این جالب، اگر کسایی که در تهران هستن من بهشون پیشنهاد میکنم که این کتاب رو بگیرن. دوباره تکرار میکنم، قاهره با زنده سازی یک کلان شهر تاریخی، چاپ مؤسسه علمی و فرهنگی فضا سال 1390. این کافی هستش؟ صدای شما قطع شد انگار. صدای من قطع شد؟ الان صدای شما میاد. داره بسیار. قاهره بازنده سازی کلانشهر تاریخی. بله، مؤسسه فرهنگی فضا. اسم کتاب رو من اینجا می نویسم در چیز، در قسمت چت که مردم ببینن. بله. این چیزی اگه چیزی احیانا میبینین به من بگین. الان باره میبینیم. بله الان دیده میشه. کتاب دیده میشه؟ الان تصویر دیده. بله بله الان کتاب دیده میشه. بسیار. من خیلی این وقتی که این کتاب رو چاپ کردن خیلی تعجب کردم. به من تلفن کردن گفتم میشه ما این کتاب رو چاپ بکنیم؟ یکی از دوستان گفتم حتماً. نه با پولی برای این کار دادیم، نه اینا خودشون چاپ کردن در تهران و حتما فروشم کردن. بله این کتاب اینه. اگه نه شما نمی‌بینید این کتاب رو، دست من دیده نمیشه. دیده نمیشه؟ همونی که اونجا سمت چپ دارید. نه میبینیم الان اونه که تو اسلاید شماست رو میبینیم. آره قاهره بازسازی کلانشهر تاریخی میبینیم. خب الحمدلله. بله میبینیم. سعید محتشم امیری. سعیده. بله سعیده محتشم امیری. آره مترجمش هستش. مؤلفش هم استفانو بیانکا و فیلیپ جودیو هستن. این کتاب انگلیسی چه؟ این کتاب فارسی چه؟ خب سه تا سوال دیگه اینجا داریم. شما میبینین سوالا رو؟ بله سوال ها رو حتما میبینم. استاپ شیرینگ کنم میتونم ببینم. بفرمایید. در قسمتی کیو ان ای چطور کسی با زیر مجموعه سازامل نمیشه برای حفظ آثاری نمیشه. اولا که یونسکو هیچ وقت پولی نداره که بده به کسی. اون یونسکو اون چیزی که هست اسم است. یونسکو میتونه حمایت بکنه ولی یونسکو خودش نمیتونه بیاد پول بده. دوم این که این مسئله مهمه که یونسکو میتونه به اصطلاح ضامن باشه ولی نمیتونه کاری انجام بده. چرا؟ چون یونسکو یک سازمان بین المللیه، یعنی دولت‌های مختلف یونسکو رو تشکیل دادن. اگر یونسکو یه خود یه کاری از اونور بکنه، امریکا یه دفعه میگه من دیگه حق شما رو نمیدم بهتون، همونطور که در واسه قدس انجام دادن. یونسکو بعضی از این ساختمان، فرض کنین که یک تعداد ساختمانی مثلا مقبره همایون در قاهره و اینها همه تحت بسیار ثبت یونسکو هستن، نیستن، اینا هیچ اشکالی ندارن. ولی همونطور که بهتون گفتم اون گارانتی اونجوری هم نیستش که اتفاق بیفته.
امیدوارم که سوال جواب داده باشم. یه سوال اینجا میگن که آیا برنامه برای آموزش و انتقال تجربیات موفق ساخت چنین فضاهایی به دولت‌ها یا جوامع محلی هم تدارک دیده شده است یا خیر؟ به سوال ببینید، ما اون کاری که می‌کنیم با نشر کتاب به قدری که اولا چند کتاب جدید دیگه هم رو قاهره این پروژه انجام شده و با سمینارها در دانشگاه‌ها صحبت کردن و اینها صحبت میشه. به این صورت نیستش که ما یه کاری انجام بدیم بتونیم بریم به هر دولت بگیم آقا شما بیان بشینین حرف ما رو گوش کنین از ما یاد بگیریم، ولی در جاهای مختلف هر وقت امکانش وجود داره ما همیشه حاضر هستیم. در سمینارهای مختلف در جاهای مختلف تمام این پروژه ها مطرح میشن. یکی از چیزایی که بهتون بگم اینه که تعداد کسانی که میخوان یه پروژه جدید انجام بدن خیلی اتفاق میفته که میان تماس میگیرن که آیا شما میتونید به ما کمک بکنین، نه که فقط کمک مالی، که ما دنبال کی بریم، کی میتونه به ما کمک بکنه، و ما همیشه این کار رو انجام میدیم با کمال میل. ولی اون چیزی که من باز تاکید میکنم چه در مورد جایزه معماری آخان، چه در مورد هیستوریک سیتیز پروگرام همین مرمت ساختمان شهری، چه در مورد موسیقی، چه در مورد بقیه پروژه هایی که آخان انجام میدن، از بیمارستان فرض کنیم در بیمارستان آخان در کراچی، همیشه بهترین نمونه هستش. و این کیفیت خیلی مهمه. شما وقتی کیفیت رو به بهترین درجه نگه میدارین، این باعث میشه که بقیه هم بعداً دنبال شما بیان و شما رو به عنوان یک شاخصی ترجیح بدن. صدا نمیاد. سوال دیگه اینه که آیا ساخت پارک به خاطر اهمیت ویژه به محیط زیست نیست؟ 100% محیط زیست هم یکی از مسائل امروزه. محیط زیست اسمش خیلی مطرح زیاد شده، هر جا کار میکنیم همه درباره محیط زیست زندگی میکنیم، ولی محیط زیست جز همیشه زندگی بوده، همیشه بوده. یک مدتی به خاطر سرعت که در تغییر شرایط هستش در خطر افتاده. این مسئله مهم ما امروزه بدبختی جوامع جدید سرعته. یعنی چی؟ جوامع سنتی از زمانی که میخواستن این کاری انجام بدن چون امکاناتشون کم بودش، تکنولوژیشون کم بودش، طول میکشید. وقتی میخواستن این ساختمون رو بسازن طول میکشید. خب چون طول میکشید اشتباهایش هم میشد و مثلا درست کرد. مثل توی شهرهای ایران هم میبینید که میبینید در کوچه ها وقتی یه کوچولو کج میشه ساختمون، خود گوشش کج میشه، هشتیش اینوری میشه، برای اون موقع ساخت درستش میکردن. الان از روزی که تصمیم میگیرن یه چیزی بسازن تا ساخت تمام بشه یه سال طول میشه، دو سال میشه تمام میشه. یه ساختمان 50 طبقه 20 طبقه همونجا میمونه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. کارخونه درست میکنن، یک دفعه یک تکنولوژی به وجود میاد همه رو میبره. الان در اروپا یکی از بدبختی ترین کارهایی که دارن در سالهای بین سالهای 1900 بعد از جنگ 1950 60 اینها یک جنسی در ساختمون شدش که در ایران اونایی که سنشون بالاتره یاد شده در ایران بهش میگفتن ایرانیت. یک سیمان بود که با یک نوع به اصطلاح پنبه صنعتی قاطی میکردن، اینو استفاده میکردن. بعد از الان 10-15 ساله که فهمیدن این سرطانزاست، ولی در تمام ساختمان های که اروپا که تونتون سالهای 1960-50 ساخته شد، در تمام قسمت های ساختمان مخصوصا قسمت های تأسیسات از اینا استفاده شده. حالا یکی از کارهایی که باید کرد در تمام اروپا اینا رو جمع بکنن. هزینه از بین بردن آسبستوس، به قول این اسم علمیش آسبستوس هستش، بسیار بسیار گرونه و یک سری سرطانزاست، ولی یک موقعی به قدری سریع این انجام شد. این صنعتی شدن این اشکالا رو داره، محیط زیست هم همینا خراب میکنه. حالا ایشالله من خودم بیشتر از آقای دکتر امیدوارم، ایشون خود ناامید هستم، امیدوارم. انسان همیشه بهترین رو درست میکنه. ما الان در مورد گاز CO2 صحبت میکنیم درباره اینا، ولی همین انسان خودش میادش راههایی به وجود میاره که اینا درست میشه، همونطور که قراره که واکسن کرونا همه چی رو درست بکنه. یه سوال دیگه اینجا
شبکه توسعه آخوند هزینه رو بابت ساخت این آثار صرف میکنه، بازگشت این هزینه براشون مهمه. منظورم اینه که از درآمد این فضاها در بازگشت سرمایه حساب میکنن یا صرفا هزینه است؟ نه خیر، اینها ببینید، اولا که تمام پروژه هایی که اجرا میشه بعضیاشون رو مثلا مثل پارک قاهره 100% هدیه آقا خان بوده به شهر قاهره، ولی در مورد بعضی از پارک های دیگه و پروژه های دیگه ما فقط یک مقداری از هزینه ها رو میدیم. برای اینکه یکی از کارهایی که الان انجام میدن همکارای من اینی که برن به سازمان های بین المللی و تقاضای کمک بکنن. الان در پاکستان فرانسوی ها دارن پول میدن کمک میکنن که با اصلی آخان یه مقدار زیادی کارهای مرمتی بکنه. چرا؟ در افغانستان دولت آلمان با خواهش و تمنا دارن تمام کارهای ما رو پولشو میده. دلیل چیه؟ دولت افغانستان خب همه کارها رو که خودشون نمیتونن بکنن، دولت آلمان وظیفهش میدونه که کمک بکنه به افغانستان که شهرشون رو بهتر بکنن، ولی کسی نیست که این کار انجام بده. اگرم به قول شما میگفتین یونسکو کاری که میکنه اول 30-40% اون پول رو میده به حقوق کارمنداش تا بعد ببینیم چقدرش میمونه که محل خرج بشه. ولی آن چیزی که مؤسسه آقا خان در این مدت کرده کمک میکنه که اون پولی که از دولت آلمان یا دولت سوئد یا دولت کانادا یا غیره گرفته میشه، اینا به بهترین نحوی در پروژه اجرا بشه. برای همین همونطور که بهتون گفتم در بعضی جاها ما حتی بگیم دفتر ما در افغانستان گاهی وقتا به بعضی از پروژه هایی که میگن میگه نه ما نمیتونیم، ما نداریم کادرشو، نداریم که انجام بدیم برای شما. توجه میکنین؟ بر همین همه پول همش از آقا خان نمیاد، یه مقدارش بعضی پروژه ها هدیه است. وقتی شما با یکی میخواین هدیه بتونین نمیتونین بدین میگه آقا یه پولی به من بده من میخوام به شما هدیه بدم، اون فرق میکنه. مثل پارک قاهره، ولی پارک قاهره جوری بوده که خودش داره دیگه هزینه دیگه نداشت، بعدش هزینهش خودش همیشه تو این 15 سال در آورد. بلنگو دو تا سوال دیگه اینجا هستی که این که پیشنهادتون برای کسی که معماری میخونه و در حوزه تفکر در معماری و گفتگو در معماری، در معماری ایرانی اسلامی تحقیق و پژوهش میکنه چیست؟ سوال بعدی هم چون از همون نفره من ادامهش میکنم، اگر به صورت داوطلبی در حوزه پژوهش در معماری ایرانی بخوایم کار کنیم در مؤسسات چه کاری باید انجام بدیم؟ عرضم به حضورتون که یکی این که اول توضیح بدم، چون یکی از دوستان که مخصوصا از ایران همیشه صحبتی بودش که ما یه مؤسسه به اصطلاح جایزه معماری آقا خان و مؤسسه فرهنگی آقا خان ما کار تحقیقاتی نمی کنیم، ما دانشکده نیستیم. اون چیزی که تمام پروژه های تحقیقی انجام میشه در برنامه های دانشگاهی انجام میشه، فرضاً در قالب برنامه معماری آقا خان در هاروارد و MIT اونجا تحقیقات انجام میشه. ما هر وقت تحقیق میکنیم، تحقیقاتی که ما انجام میدیم تحقیقاتی که در مورد پروژه که انجام داریم میدیم. اگر در مورد پارک قاهره انجام میدیم کاری که برای اون پروژه هستش. برای همین امکانات این که کارهای تحقیقاتی انجام بشه در قالب به اصطلاح مؤسسه فرهنگ آقا خان اون امکانات نیستش، ولی ما کمک میتونیم بکنیم به که راهنمایی بکنیم به کجا باید رفت یا چه کاری انجام داد. کارها البته همیشه کار به اصطلاح کمک همیشه ما میخوایم، ولی مثلا اینجاست که کمک به چی؟ توجه کنیم مثلا فرض کنیم که در تحقیقات اگر پروژه تحقیقات شده حتما میشه، ولی ما پروژه‌ای در دست نداریم. البته بهتون بگم که یک قسمتی از مؤسسه فرهنگی آقا خان قسمت به اصطلاح ایژوکیشن به قول معروف هستش که سمینار تشکیل بده، یه مقدار زیادی برای با مؤسسه مثلا با مؤسسات مختلف ISMC کار میکنن یا غیره، بیشتر به حالت کلاس نیست، بیشتر به صورت سمینار هستش یا یه دوره های کوتاه. اینو داریم سعی میکنیم هر چقدر بیشتر این کار رو انجام بدیم که البته کار آسونی چون میدونیم چجوری آدم میتونه همه کشورهای مختلف کار انجام بده. البته امروزه با داستان زوم همینطور حل میشه، ولی خب کلن مشکله.
روی سکوت هستین شما. یه سوالی هم از لایو فیسبوک آمده، من اینجا دوباره سوال می‌نویسم ولی میخونمش اینجا، که آیا برای فعالیت‌های مشابه در ایران مذاکرات یا تلاشی شده؟ ببینید، ما فقط در ایران نیست، ما با خیلی کشورهای مختلف همیشه در حال به اصطلاح کار هستیم، مبادلات. میدونین که مثلا فرض کنیم با ایران، ما با میراث فرهنگی خیلی روابط نزدیکی داشتیم، سمینار با میراث فرهنگی در ایران انجام دادیم در چند سال گذشته. پروژه های صحبت شده بودش که اونا کمک های میخواستن که در مورد بعضی از کارهای به اصطلاح مرمتی، ولی ایران کلن از نظر مرمت خیلی پیشرفته هستش. پروژه ها، یعنی هم تعداد متخصصین زیادی هستن، هم پروژه های زیادی انجام میشه، ولی هیچ پروژه یک پروژه نبوده که ما کار بکنیم. مثلا خیلی ها هی صحبت میکنن علموت رو نه قرار نیست با هم مثلا درست کنین یا غیر این، نه همچین پروژه‌ای ما نداریم. سوال‌های ما اینجا تمام شد. من یه سوالی دارم در انتها که کمابیش به بحث جلسه قبل ما مربوطه، ولی یه مفصلی است که به همین صحبت پارک مربوط میشه. اگه خاطرتون باشه توی جلسه قبل یکی از حاضرین سوالی پرسید درباره توسعه پایدار و شما بلافاصله گفتید این توسعه پایدار هی مرتب میشنویدش، این چیز وارداتیه و شما باهاش مشکل دارید. اینو میشه توضیح بدین از چه دیدگاهی وقتی دارید میگید توسعه پایدار اشکال داره از دید شما، یا توسعه پایدار رو چجوری باید نگاه کرد؟ اولا توسعه پایدار، ببینید من صحبتی کردم، توسعه پایدار که یا سستینبلیتی که هستش، این یه مسئله بودش، یک مسئله جدیدی نیست. شما وقتی در تاریخ نگاه میکنین، در معماری و در بقیه، همه ساختمان ها بر اساس همین توسعه پایدار بود، یعنی که شما کمترین انرژی رو برای گرم کردنش و سرد کردنش داشته باشین، بهترین نوع چجوری از مصالح استفاده بکنین برای ساختمانش، چجوری به اصطلاح این مصالح دوباره بتونه استفاده بشه. همین مسئله، همونطور که خدمتون عرض کردم، با آمدن یک دفعه این صنعت، همه چیز در اختیار همه قرار گذاشتن. آمدن صنعت هم خوبی ها داره هم بدی ها، مثل هر چیزی. در اون سیستم قبلی خب ما خیلی از حس های امروزه رو نمیتونیم، در ساختمان های قدیمی نداشتیم، امروزه میتونیم پیدا کنیم. این یه چیزی که یواش یواش جا میفته. توسعه پایدار یه دفعه خور شدن همه، همونطور که مثل داستان آسبستوس رو گفتم اینا، شما وقتی ساختمان بتونارمه میسازین، این دیگه از بین نمیره، اون بتونارمه، اون سیمان دیگه از بین نمیره. ولی بعضی متوجه نمیشن، فکر میکنن که وقتی ما میگیم که بتون و سیمان به اصطلاح سستینبل نیست، از چه نظر میگیم؟ از این نظر نیستش که این یک ساختمان شما میسازین دیگه نمیتونین، خاک تبدیل به خاک نمیشه که دوباره به استفاده ازش بکنین. یکی از مسائل مهمش اینه که مقدار انرژی که برای تولید یک تن سیمان میشه به قدری زیاده که ضایعات تولید انرژیش، اون انرژی که مصرف میشه، بیشتر از اون ضایعاتیه که اون بتون اونجا برای روی زمین میذاره. درک میکنین؟ بر همین دیدگاه های مختلف هستش ازش. امروزه سالهای 70-80 کمتر به این، برای که متوجه نبودن که چه اشکالی داره این به اصطلاح این صنعتی شدن جهان، اشکالاتش رو کمتر بودن. بعد وقتی ضررش رو میبینن جلوش رو میگیرن. امروزه شما درباره اتومبیل همین داستان رو دارین. اتومبیل های برقی، تکنولوژی اتومبیل برقی 40 سال پیش 30 سال پیش وجود نداشت. اتومبیل برقی رو وقتی که اولین اتفاقا اولین اتومبیل هایی که در سال 1900 چند درست شد، یکی دو تاش برقی بودن اولا، ولی خب بلد نبودن چجوری باتری درست کنن که بتونه اون رو راه ببره، شارژ کنه. اینا همه چیزی که با تکنولوژی یواش یواش درست، یعنی اون چیزی که اعتقاد من اینه که به انسان، چون اعتقاد دارم اینه که اشتباه میکنه، ولی بعد میان اون اشتباه رو سعی میکنن بهتر بکنن، درستش بکنن. امروزه ما نمیتونیم بگیم که چیزی بدتر شده. بله، شهر قاهره از چند میلیون شده سه برابر شده، چندین میلیون شده، زندگیشون سختتر و سختتر شده. ولی خب متاسفانه قبلا
از وقتی یک خانواده بچه داشت نصف بچه‌هاش می‌مردن. حالا بهداشت ما به قدری خوب شده که حتی در دورترین نقاط اون مرگ و میر فرزندان دیگه وجود نداره. توجه می‌کنین اینا همش با هم میاد جلو پیش میره. در همینه که شما وقتی داره صحبت می‌کنین سستینبیلیتی یه چیزی که یواش یواش دوباره بهش برمیگردیم. الان راه‌های به وجود میاد. الان متأسفانه اتفاقی در اقیانوس‌ها افتاده جز وحشتناک‌ترینه. آب شدن دریاها، اینها همه چیزی که وجود داره و بایستی جلوشو بگیرن. همه با هم باید جلوشو بگیرن. من در یه جلسه بودم چند سال پیش در پارلمان سوئد، جایزه میدادن. یک جایزه هستش به اسم یه جایزه کمی تازگی هم خانم ستوده گرفتن، میگن بهش که The Livelihood Award، که به اصطلاح نوبل، یک جایزه مثل جایزه نوبل میمونه ولی برعکسش به ایده دیگه میدن. در اینجا دو نفر جایزه گرفتن، دوست که جایزه گرفتن دو نفر بودن. یکیشون اومده بودش نخست وزیر یک جزیره مارشال بود، یک کشوری هست مثل جزایر مارشال، نخست وزیرش اومده بود که برای خیلی برای محیط زیست کار میکرد، و یک خانمی از کانادا اومده بود که با اسکیما کار میکرد. بعد اینا اومده گفتش، یکیشون گفتش که ما از آب شدن داریم ناراحت بودن که برفا آب میشه، ما محیط زیستمون خراب میشه، سگایی که اونجا بودن خوب زندگی کردن. اون نخست وزیر گفتش که اون آبایی که اونجا شما آمارا شما آب میشه کشور من تا چند سال دیگه وجود نخواهد داشت. این ناراحتی کدوم بیشتره، که اون محیط زیست شماست یا کشور ما که اصلا جزیرمون به کلی همش میره زیر آب. در همین این واقعیتایی هستش که حالا چه جوری جلوش میشه گرفت خدا دانه. خب خیلی ممنونم از آقای درخشانی. اگر نکته پایانی ندارید من جلسه رو اینجا ختمش رو اعلام کنم. من فقط معذرت میخوام که همین که من چیز تکنولوژی منقدر نبودش که بتونم به اصطلاح چیز بکنم، و چون ایرانی هستم همیشه باید ایرانی ها ما همیشه تقصیر میدازیم، یک گردن یکی دیگه میدازیم، همش تقصیرش این آقای محمد پوره که قبلا یه جلسه نداشت و من که اینو با هم چک بکنیم که این تکنولوژیش کار بکنه. من تمام و کمال تمام این تقصیر قبول میکنم، از همه شما عذرخواهی میکنم، از آقای درخشانی هم عذرخواهی میکنم که این اشکال فنی پیش اومد. اگر شاید یه روز زودتر اگر این کار انجام داده بودیم به این مشکل نمیخوردیم. اگر آقای درخشانی اسلاید هاشون رو با من شیر کنن، اون عکس هایی که از ندیدیم رو میتونیم براتون بذارم آپلود کنم توی صفحه که ببینید و دسترسی داشته باشید بهشون. خیلی ممنون از همگی، وقت همگی خوش. همین اعلام میکنم که برنامه ضبط شده، در فیسبوک هم میتونید ببینید، این رو من در یوتیوب هم آپلود خواهم کرد که دوستانی که میخوان بعداً سر فرصت تماشا کنن و بشنون دوباره مراجعه کنن. خیلی ممنون از همگی. فرخ جان خیلی سپاسگزارم، خیلی لطف کردید. خداحافظ. 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 خداحافظ.